به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس بیستم ریاضی صنف هفت در این درس هایی که در اواخر ما و شما خواندیم کلشان مربوط به بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مذرب مشترک بوده یا به اصطلاح مربوط به GCD و LCM بوده که اختصارات نام انگلیسیش میشم امروز ما و شما رابطه بین کوچکترین مذرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترک دو عدد را می یعنی یک زمان اگر ما و شما کوچکترین مذرب مشترک را داشته باشیم بتانیم بزرگترین قاسم مشترک را دریافت و یا اگر بزرگترین قاسم مشترک را داشته باشیم بتانیم کوچکترین مذرب مشترک را دریافت بکنیم اما یک مشکل یا بگه محدودیت داره که محدودیت چی است که باید دو تا عدد داشته باشیم مثلا یک عدد ما فرزن اشت باشه عدد دیگه ما مثلا دوازده باشه یعنی سه چهار تا عدد نداشته باشیم که در مثال های قبلی ما و شما سه چهار تا عدد را هم داشتیم و هم از اونا هم به اصطلاح محاسبه بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک را انجام داده بودیم پس درس امروز ما و شما یک درس بسیار دلچسپ است که به ادامه درس قبلی ما و شما هست رابطه بین کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترک گفته اگر بزرگترین قاسم مشترک دو عدد را داشته باشیم دو عدد که مو محدودیت شست به اصطلاح می کوچکترین مضرب مشترک آنها را بدون تجزیه با نوشتن ست مذرب هایشان به دست آوریم که به این ترتیب میشه ما شما ست مذرب ها را داشته باشیم یعنی مو فاکتورای که حاصل ضربشان باز خود عدد را بر ما شما به اصطلاح پیدا میکنه و یا بگوییم که حاصل میکنه پس به این ترتیب اگر ما بزرگترین قاسم مشترک را به جی نشان بدیم که از امو جی سی دی گرفته شده که در ابتدای درس برای شما گفتم اگر بزرگترین قاسم مشترک اعداد ای و بی به جی نشان داده شود و بزرگترین البته البته, البته اینجا اشتباه نوشته شده در کتاب شما و کوچکترین مضرب مشترک اعداد A و بی به ال نشان داده شود یعنی از امو ال سی ام گرفته در این صورت ما و شما میتونیم که قیمت هر کدام از اینا را با استفاده از یکی دیگه و ای که اعداد را ما و شما A و B در نظر بگیریم میتونیم دریافت بکنیم این مشکل نیست چون اولین بار هست که شما فرمول را میخوانین و تجربه آنچنان در استفاده از فرمول ندارین برای شما شاید مشکل معلوم شود ولی در اصل بسیار یک موضوع ساده هست بسیار موضوع آسان هست که شما میتونین در درس امروز با سهولت یاد به ای ترتیب یک فعالیت ما و شما داریم در این فعالیت گفته بزرگترین قاسم مشترک 25 و 15 را دریابید و آن را جی بنامید و به این ترتیب کوچکترین مزرب مشترکی دو تا عدد 15 و 25 را دریافت کنید و آن را ال بنامید در این صورت حاصل ضرب 25 و 15 را به دست آورده به شکل و یا بگیم با اصطلاح با حاصل ضرب ال و جی یعنی بزرگترین قاسم مشترک کوچکترین مذرب مشترکش مقایسه کنیم آیا در بین این دو حاصل ضرب رابطه وجود دارد یا رابطه وجود ندارد یعنی ما شما دو تا عدد را داریم یکش 15 است دیگه 25 بزرگترین قاسم مشترک از اینا را دریافت بکنیم کوچکترین مذرب مشترک را دریافت بکنیم بعد حاصل ضرب خود 15 و 25 را با حاصل ضرب بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک مقایسه بکنیم که آیا اینا چه قسم هست بزرگتر از یک دیگر است کوچکتر از یک دیگر است و یا چی هستند مساوی هستن که با همدیگر مساوی میباشه باشه به با او خاطر در اینجا با رنگ سرخ برای شما تقریبا بگیم به شکل نتیجه گیری واره به دست آورده گفته اگر کوچکترین مضرب مشترک دو عدد A و B را به L و بزرگترین قاسم مشترک آن را به جی نشان دهیم در این صورت رابطه بین بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک حاصل ضرب بر دو است یعنی ال ضرب G یعنی حاصل ضرب با اصطلاح کوچکترین مضرب مشترک با بزرگترین قاسم مشترک مساوی است به حاصل ضرب اعداد مورد نظر ما و شما این رابطه را یاد بگیرین خوب است نسبت به یک مثلا بگیم L مساوی به A ضرب در بی بر G هست و یا G مساوی به A ضرب در بی بر L هست این رابطه هم درست است هر دوشان و یا ایک ای که ای مساوی به ال ضرب در جی بر بی هست و یا بی مساوی به ال زرد در جی بر ای هست نسبت به کلی از اینا که رابطه عمومی ای رابطه هست ال ضرب در جی کوچکترین مضرب مشترک زرد بزرگترین قاسم مشترک دو عدد مساوی به حاصل ضرب اعداد مورد نظر و یا همون دو عدد را که ما شما میخواییم بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترک شم؟ دریافت بکنیم پس ما و شما یک رابطه هم بسیار, بسیار آسان یاد بگیریم و بعدا از این استفاده بکنیم که ال ضرب در G مساوی با ای ضرب در B هست یک مثال بر ما شما دادم مثال جالب هست و مثال خیلی خوب است برای از اینکه شما بیشتر درک بکنین و آسانتر یاد بگیرین موضوعی را که ما و شما داریم گفته ارتباط بین کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترک را در جدول زیر نیز مشاهده کرده می توانیم بین که از طرف چپ شروع کنیم جدول را و دانه دانه هر موضوعی که در جدول وجود داره خود ما را بفهمانیم بعدش باز در مورد از این که اینا چیگونه رابط دارن و چطور و اصطلاح حاصل ضرب ها را پیدا کنیم که هر کدامش نامعلوم باشه باز بعد ساوردن می توانیم خب عدد اول را اینجا ستون گذاشته مثلا دفعه اول عدد اول ما شما سه هست یا بگیم در ماسبه اول ما شما عدد اول ما سه هست عدد دوم با شما هفت هست مثلا حاصل ضرب سه ضرب هفت یعنی امو ای ضرب در بی که ما و شما داشتیم یک کمی اگری پایین تر بیارم یعنی حاصل ضرب از ای و بی مساوی با چند میشه؟ بیست یک میشه یعنی سه ضرب در هفت مساوی است با بیست و یک بسیار خوب بزرگترین قاسم مشترک بین عدد سه و عدد, عدد, سه و عدد هفت چند بودن میتونه؟ یعنی بزرگترین عددی که بتانه هم سه بالاش پورا تقسیم شوه و هفت هم بالاش پورا تقسیم شوه عدد یک بوده میتونه اگر از یک ما و شما هر عدد بزرگتر در نظر بگیریم سه و هفت پورا بالاش تقسیم شده نمیتونه بنابراین پس بزرگترین قاسم مشترک بین سه و هفت عدد چند است عدد یک هست اما کوچکترین مضرب مشترک یعنی کوچکترین عددی که بالای سه و هفت بتانه پورا همزمان تقسیم شود در او صورت عدد 21 هست یعنی ای که اعداد زیاد ما و شما داریم که بالای 37 پوره تقسیم میشه اما کوچکترین عددی که ممکن هست بالای 7 و 3 همزمان پوره تقسیم شود عدد چند است؟ عدد 21 است. و, و به همین ترتیب حاصل ضرب کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترک که همین عدفش ال ضرب در جی هست ال ضرب ج... در جی که ما و شما در اینجا داریم یک ضرب 21 ما مساوی با خود 21 میشه در اینجا ببینید دو تا قسمت با هم مساوی آمد یکی حاصل ضرب اعداد که سه ضرب هفت بود مساوی با 21 و یکی حاصل ضرب کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین قاسم مشترکی یا مساوی با چند شد 21 شد پس ما چی نتیجه میگیریم نتیجه ایتو میگیریم که حاصل ضرب ال و جی مساوی با حاصل ضرب ای و بی هست یعنی حاصل ضرب اعداد مساوی با حاصل ضرب بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مضرب مشترکشان هست عدد بعدی ما شما مثلا اینو فرض کنید یک مثال بوده باشه این مثلا سطر دوم را یا قطار دوم را مثال دوم در نظر بگیریم که در این صورت مثلا 4 و 6 هست که 4 و 6 را ما شما عدد اولش 4 داریم عدد دوم را 6 داریم حاصل ضرب از اینا 4 6 24 میشه بزرگترین قاسم مشترک بین 4 و 6 عدد 2 هست یعنی بزرگترین عددی که 4 و 6 بالاش تقسیم شود عدد چند است 2 است و اما کوچکترین مضرب مشترک کوچکترین عددی که امکان داره خودی از این بالای 4 و 6 پورا تقسیم شوه عبارت از عدد 12 است 12 تقسیم 4 3 میشه و 12 تقسیم 6 هم مساوی با 2 میشه اما حاصل ضرب از اینا 2 ضرب 12 مساوی با چند میشه 24 میشه حاصل ضرب خود اعداد هم 24 شده بود ببینید 24 حاصل ضرب LCM و GCD هم مساوی با 24 شد به این ترتیب ما و شما هر عدد دیگی را مثل 5 و 10 که داریم که حاصل ضربش 50 میشه بزرگترین قاسم مشترکش 5 هست کوچکترین مذرب مشترکش 10 و حاصل ضرب این دوتا هم مساوی به 50 میشه پس در تمامی عداد حاصل ضرب عداد مساوی به حاصل ضرب بزرگترین قاسم مشترک و کوچکترین مذرب مشترکشان هست که بزرگترین قاسم مشترک عبارت از بزرگترین عددی است که اعداد مورد نظر ما و شما بالای و عدد پورا تقسیم میشن و کوچکترین مذرب مشترک عبارت از کوچکترین عددی است که همی عدد بالای اعداد مورد نظر ما و شما پورا باید تقسیم شود که به این ترتیب ما و شما دریافتیم خب آل مثال دوم را داریم گفته بزرگترین قاسم مشترک 225 و 300 عبارت از 75 می باشد گفته کوچکترین مضرب مشترک 225 و 300 را در یابد یک عدد ما و شما 225 هست عدد بعدی ما و شما 300 هست ای ار دو عدد بالای بزرگترین عددی که میتونن پورا تقسیم شوه او 75 هست یعنی بزرگترین عددی که هم 225 و هم 300 بالای از او پورا تقسیم شوه عدد 75 هست و به می ترتیب آل ما و شما خواهیم او عدد را پیدا کنیم که کوچکترین قیمت را داشته باشه اما خود از او عدد بتانه بالای 225 و بالای 300 پورا تقسیم شده پس به این ترتیب ما شما از فرمول استفاده میکنیم و در حقیقت کوچکترین مذهب مشترک را دریافت میکنیم خاطری که برای شما مثال اول هست و این مثال را بتانین بسیار خوب به اصطلاح کار بکنین و مثال های بعدی را خوب درست یاد بگیرین ما شما میاییم از فرمول به صورت درست یک بار استفاده میکنیم اما تو مرحله به مرحله تا که خوب شما یاد بگیریم عدد اول ما و شما 225 هست یعنی A ما و شما 225 هست عدد دوم ما و شما که بارت از بی باشه او مساوی به 300 هست که به این ترتیب ما و شما داریم و بزرگترین قاسم مشترکش یعنی جی مساوی به چند است؟ مساوی به افتاد پنج هست از ما و شما چی را خواسته؟ ال را خواسته با اصطلاح ال سی ام خواسته یا کوچکترین مذرب مشترک را خواسته بسیار خوب در اینجا ما فرمول داشتیم که ال ضرب جی مساوی به ای ضرب در بی هست آل علامه ضرب را به صورت نقطه بگذاریم و یا علامه ضرب بگذاریم خیلی زیاد فرق نمیکنم. اما توصیه من بر شما از زمانی که از حروف استفاده کردیم و یا ساده بگیم فرمول داشتین باز علامه ضرب را به شکل علامه ضرب یا علامه چریپا نگذارین به خاطر از اینکه او باز اکس خواندن میشه و بعض شما را به جنجال می اندازه که اکس مثلا کدام عدد هست در حالی که او علامه ضرب است فقط بهتر است که از علامه نقطه استفاده کنیم خب پس در اینجا ما و شما قیمت ال رو میخوایم دریافت بکنیم بنان چی کار میکنیم بنان اطراف را تقسیم جی میکنیم بسیار ساده هر کدام از اون فرمولایی که بر ما و شما گفته بود به این روش میتونیم آسان دریافتش بکنیم پس به این ترتیب ال ما و شما مساوی هست به A ضرب در B بر G یعنی در اینجا G تقسیم ازی شده یک بار به با این ترتیب که شما ساده یک بار ببینینش تقسیم جی شده ایام تقسیم جی شده اینی جی با ای جی خلاص شده بنان در سمت چپ فقط ال مانده در سمت راست حاصل ضرب ای با بی تقسیم جی مانده به این ترتیب پس ما شما از یک فرمول تانستیم که تغییر شکل یافتهش را یا فرمول بعدی را هم استخراج بکنیم و یا بگیم به دست بیاریم پس قیمت ال مساوی هست ای ما و شما چند است 225 بله قیمت بی ما شما چند است 300 و قیمت جی یا کوچکترین مزرعه البته بزرگترین قاسم مشترکش مساوی به 75 هست اینه که ساده سازی کنیم برای شما قیمت کوچکترین مزرعه مشترک بدست دست می آید بیاین که ساده سازی بکنیم پس بعد از 5 میشه اختصار بکنیم به این ترتیب بگیم 1 5 5 دو باقی بالای 5 میمونه 25 و 5 5 25 و به همین ترتیب 4 5 20 بازم دو باقی میمونه بالای به با اصطلاح 5 که 5 5 ما و شما 25 شوا به ترتیب اول میشه که به خود 15 اختصار بکنیم حتی بگیم 1 15 15 3 15 ما و شما چند میشم 45 میشه پس 2 15 ما 3 15 ما 45 که به ترتیب شما اگر خواسته باشین مراحل اختصار را کمتر بسازید میشه بعد ازی بزرگتر اختصار بکنید مثل که ما در این مثال کار را کردیم اول ما و شما 3 را باز در حالت ضرب داریم پس 3 ضربه 300 میشه 900. و اینجا در مخرج عدد یک مانده. 900 تقسیم یک. پس بالاخره قیمت L ال یا L3 ال ما شما مساوی به عدد چند میشه؟ مساوی به عدد 900 میشه. یعنی عدد 900 عددی هست که یا بریم کوچکترین عددی هست که هم میتونه بالای 225 پره تقسیم شود و هم میتونه بالای 300 پره تقسیم شود. از 900 بزرگتر اعداد بسیار زیاد هستند که هم بالای 225 پوره تقسیم میشه و هم بالای 300 ولی از 900 کوچکتر عدد وجود نداره که هم بالای 225 و هم بالای 300 همزمان بتونه پوره تقسیم شود که به این ترتیب ما شما دریافتش کردیم آل مثال سوم را داریم که در این مثال سوم برای ما و شما موضوع جالب را گفته که این بار یکی از اعداد ما نامعلوم هست گفته این باید دریافت بکنیم مثال را میخوانیم که چطور هست اجزای که برای ما شما در مثال داده شده و اجزایی که از ما شما خواسته شده یا جزی که از ما شما خواسته شده گفته کوچکترین مذرب مشترک دو عدد 900 و بزرگترین قاسم مشترک آنها 75 هست پس کوچکترین مذرب مشترک یا به اصطلاح L مساوی به 900 هست و بزرگترین قاسم مشترکش عبارت از 75 هست یا جی به اصطلاح L ما از ال سی ام گرفته شده تنها حرف اولش را گذاشتن ال و جی را از جی سی دی گرفتن که تنها حرف اولش را گذاشته که عبارت از جی باشد بسیار خوب پس در گفته اگر یک عدد 300 باشد عدد دیگر را دریافت. یعنی ما شما یک از اعداد را ای یا بی را مساوی با 300 داریم عدد دیگه اش رو می‌خوایم که دریافت بکنیم بسیار خوب پس من عدد ای را مساوی با 300 نوشتم می‌کنم و در اینجا میخواییم بی دریافت شوه و یا بگیم به اصطلاح قیمت بی ما و شما نامعلوم هست اگر توجه کرده باشین در این مثال این مثال در حقیقت امون مثال قبلی ما و شما هست یعنی در اونجا ما و شما یک عدد 225 داشتیم یک عدد را 300 داشتیم بزرگترین قاسم مشترک 75 کوچکترین مزرب مشترک شد دریافت کردیم 900 شد که این مثال ما عین کمیات هست یعنی بدون محاسبه هم باید ما شما بفهمیم که مساوی با 225 میشه ولی این قسم مثال ها را در کتاب شما به خاطر بیاره که شما وقتی موضوع نو را میخوانین خوب اطمینان پیدا کنیم که واقعا موضوع ما شما یعنی رقم مسائل را شامل میشه و ما شما که محاسبه میکنیم جواب ما همون چیزی که باید بعد بیایه به اصطلاح حاصل میشه و گپی که وجود داره فرمول درست است یعنی شما یک زمانی اگر باورتان به با این که فرمول درست هست باز او زمان دیگه اگر محاسبه بکنید یا فرمول رو یادم بگیرین طبعا در ذهنتان دیر باقی نمیمونه ولی اگر وقتی مطمئن میشین که نمی فرمول درست هست باز در اون در ذهنتان هم زیاد باقی میمونه و یا بگیم یاد میگیرین به صورت دائم پس از فرمول استفاده میکنیم ال ضرب در جی که البته از علامه نقطه برای ضرب می خواهیم استفاده بکنیم ال ضرب در جی مساوی به ای ضرب در چی است بی هست چی نامعلوم هست و چی معلوم هست در این مثال ما شما کمیتی که برای ما شما نامعلوم هست بی هست و دیگه قیمت ها رو ما شما داریم پس اطراف را تقسیم ضریب کمیت نامعلوم بکنیم اطراف تقسیم چی باید شود تقسیم ای باید شود سمت چپ معادله هم تقسیم ای سمت راست هم تقسیم ای ای با ای چی میشه خلاص میشه. پس B در نتیجه مساوی هست به L ضرب در G تقسیم A و یکی از جمله خوبی های ریاضی معمی است که شما بعضی فرمولای را که یاد میگیرین یک مثالم که کار بکنین دیگه هر رقم مثالی که باشد حل کردن میتونید مثل این فرمول چهار تا کمیت داریم L داریم جی را داریم E را داریم و B را داریم هر کدامش که نامعلوم باشه راحت میشه و شما از روی سه کمیت معلومی دیگه دریافت بکنید و طریقه عمومی است که اطراف را تقسیم ضریب کمیت مجهول یا کمیت که ما شما میخوایم قیمتش رو دریافت بکنیم میکنیم و بعدش یا شما بسیار آسان دریافت میشه پس قیمت بی در نتیجه مساوی است با ال را ما شما داریم چند داریم 900 داریم بسیار خوب به همین ترتیب جی را چند داریم 75 داریم یا بگیم بزرگترین قاسم مشترک را 75 داریم قیمت ای را چند داریم 300 داریم به ترتیب حال میشه که راحت اختصار بکنیم مثلا چه قسم اختصار بکنیم؟ بگید دو تا سفر بایی دو تا سفر خلاص و یک سه 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 ما شما مساوی نو میشه به این ترتیب پس چی باقی مانده؟ سه ضرب افتاد پنج باقی مانده تقسیم یک در نظر بگیریم یا نگیریم فرقی نمیکنه مستقیم ضرب میکنم سه ضرب پنج پانزده پانزده را پنج حاصل یک سه ضرب یک یک حاصل داشتیم بیست دو میشه دو قبلا در مثال قبلی ما و شما به همون ترتیب بوده قیمت یکی از اعدادی که ما و شما داشتیم 225 بوده قیمت عدد بعدی ما و شما 300 بوده یعنی ما و شما آمدیم یک جز را که در مثال قبلی معلوم داشتیم یک کمیت ها را یا مقدار ها را به مو اندازه داریم و جز معلوم را این بار مجهول محاسبه کردیم یا بگیم به اصطلاح در سوال خود نامعلوم در نظر گرفتیم بعد محاسبش کردیم وقتی که محاسبه کردیم دیدیم که عین جوابی که قبلا بوده اون جواب بد نه پس فرمول درست هست و فرمول هیچ مشکل نداره. بنانی فرمول را به صورت دائم یاد بگیرین که ال ضرب در G مساوی است به A ضرب در B. و به ای ترتیب شما هر قیمت را که خواسته باشین از این چهار کمیت میتونین که با معلوم بودن سه قیمت دیگه و قیمت را هم دریافت بکنین. به ای ترتیب یک تمرین دارین. این تمرین را حتما کار بکنین. وقتی شما این تمرینات را کار میکنین در نتیجه بندازه یاد میگیرین که مثل که مثلا گیم بازی میکنین به اون ترتیب عدد بسیار زود در کدام نامعلوم باشه پیدا میشه کمیت های مجهول پیشش تا بیشتر روش میشه اگر یک زمانی کلماتش کم مترادف باشه باز هم به اصلاح بر شما آسان میشه بنان به اون خاطر شش سوالی که البته در تمرین بر شما گفته شما از فرمول استفاده کده اونا را کار بکنین و بیشتر این موضوع را انشالله که یاد میگیرین درس امروز ما در همین جبه پایان می رسم تا درس بعدی خدا نگهد